اسلام سیاسی راندبو با مرگ و نیستی. این ویدیو که آن را به نام امیر کبیر می نامم، مردی که برای ایران خدمات بزرگی را در جهت بازسازی و ارتقاء دانش ایران و ایرانی به کار برد و بالاخره به علت نخواستن این پیشرفت از طرف دولت انگلیس در حمام فین کاشان از طریق مال انگلیس به قتل رسید، این توضیح ها رو من به فارسی میدهم. تمام این امرا، پادشاهانی و شیوخی که و آیت الله هایی که دولت انگلیس در ناحیه خاورمیانه به وجود آورده بودند، تماما یک مخرج مشترک داشتند، آن این بود که اسلام سیاسی را به عنوان سوء استفاده از این ممالک و برای عقب بردن این ممالک و برای ارتقاء امکانات مادی خودشان، شخص خودشان به کار بردند. این وضع را در وضع فعلی ایران ما مستتر می‌بینیم. در ملائیزم ایران دقیقاً این را ما می‌بینیم. پیامبر بزرگ اسلام محمد ابن عبدالله در هیچ نوع خطبه، در هیچ نوع سوره و در هیچ جایی نگفته است که ملت خودتان را زیر میز دول بیگانه ببرید و اسلام را استفاده کنید، آقایان و ملاها، به عنوان احرم سوء استفاده از مملکت خودتون. این کار شما در ایران کردید. فقط دین یا مسلک شیعه به عنوان یک حربه، به عنوان یک طول ابزار از طرف دولت نئوکولونیالیستی انگلیس و روس این وضعیت رو دقیقاً در ایران به وجود آورده که از ایران سوء استفاده داره میشه. ما به قرن 14 و 15 بعد از میلاد برگشتیم. ایران حداقل 500 سال عقب گرد کرده. در محمد پیامبر والا مقام اسلام که در سن 59 سالگی عایشه 9 ساله را گرفت، از یک دختر سوء استفاده کرد و پدوفیلی شو، یعنی بچه بازی خودش رو ثابت کرد. در این بحثی نیست، ولی اون پیامبر بود. ولی نگفت که آقایان ملاها در تمام سطح ایران بچه بازی، سوء استفاده از بچه ها، سکس بچه ها و کشتن بچه ها رو بیارید. هیچ وقت هم چیزی رو پیامبر اسلام نگفته. شمایی که انقلاب فرمودید، آی انقلاب یا آجب به ملیا، آی گروه های سبز و قرمز و آبی ملا که همتون ملا هستید، کجا حضرت محمد گفته که بچه های 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله سکس بکنن در این مملکت ایران در سطح وسیع؟ این خیانت به بشریت و جنایت به بشریت است. در شهر 14 میلیونی تهران حداقل ما 3 میلیون فاحشه داریم، حداقل 5 میلیون افیونی داریم. این معدل کار شماست آقایان ملاها؟ این نتیجه انقلاب شماست؟ چند تا بیکار داریم؟ 5 میلیون؟ 6 میلیون؟ اونایی که باکارن باید بیکارارم تغذیه کنن. آخ این چه وضعیه که شما با بیشعوری خودتون به وجود آوردید؟ شما که این کار نیستید،
شما خیلی غلط کردی که اومدی انقلاب کردی. یه انقلابی باید شعور انقلاب رو داشته باشه، یه مملکت رو به نیستی نبره که. مملکتی که زیر پاش تمام مواد معدنی هست، تمام همه چی هست، شما این مملکت رو عقب گرد دادید. هیچ نوع امکانی نیست که یک هنرمند واقعی، یک صنعتگر واقعی، یک دکتر درجه یک، یک ژورنالیست درجه یک، یک ریسرچر، یعنی پژوهشگر درجه یک بیاد کار کنه برای شما. هر چی آدم درجه سه و چهار. این سیکلی که برای خودتون درست کردی، این سیکل تخریبی، آخر خط نوبت به خود شما خواهد رسید که رسیده. تلویزیون های خارجی رو رفتین خریدین، اونا هم با شما دارن همکاری میکنن. این آقایون که ضد شما نیستن، داستان دارن میگن. کسایی که تلفن میکنن تلفن هاشون رو میدن به شما، پول میدین میخرین. در پایان قرن 18 اروپا با علوم و تعلیم طریقه پیشرفت و شکوفایی را در پیش گرفت و با گرفتن این سیستم سکولاریسم را انتخاب کرد، یعنی جدایی کامل مذهب از کار حکومتی، و با این کار در و دروازه را برای علوم، تکنولوژی و پیشرفت گشود. دقیقاً در همین زمان در ایران یک طاعون دینی به نام شیعه آمد که آن را دولت انگلستان به ایران آورد و بعداً دولت روسیه هم با اون همکاری کرد، و این باعث بدبختی و نکبت ایران گردید. این طاعون دینی که باعث شد ایران هنوز هم در قرن 20 و 21 عقب برود، بدین ترتیب بود که دولت انگلستان شاخ و برگ به دین این دین بست و دستهای آهنین حضرت کیو امام حسین و کیرو از طریق کشتی از جنوب وارد ایران کردن و داستان رو به خرافات بیشتر از اون که بود رسوندن. با توجه به وضعیتی که در اروپا بود، اروپا طریق علوم رفت و دانشمندانی مثل ایمانوئل کانت، آدم سمیت سعی کردند اجتماع را طریق یک اقتصاد و زندگی نوین‌تر تحرک بدهند، سوق بدهند. در این اروپا، اروپایی که سکولاریسم رو انتخاب کرد، ژنی‌هایی مثل موزارت به وجود آمدند که سمفونی های مهمی که برای تصفیه و تعالی روح بشر بود و کیف و لذت روح بود به وجود آوردند. در اینکه موزارت ارتباط با خداوند متعال داشت بحثی نیست. یکی از پیامبران اون زمان آقای موزارت بود. آدام سمیت کتابی نوشت به نام The Wealth of Nations، ثروت ملل، با آن پایه‌گذاری کرد اقتصاد ملل رو به طور مدرن. تعاریف جدید و تازه‌ای از طریق اساتید و عالمین مانند توماس جفرسون، همیلتون، به این توسعه، به این پیشرفت یک تعالی خاصی را دادند. بتهوون، ناپلئون بناپارت، هگل،
به وجود آمدند. تکرار میکنم، بتوون، ناپلئون، بناپارت، هیگل به وجود آمدند. تعاریف جدید و کارهای تازه در موسیقی مانند سمفونی بتوون به وجود آمد. تعاریف جدید نوع حکومت و استفاده از قدرت مانند کد ناپلئون که امالله های چه خبری از اون ندارند به وجود آمد. فلسفه و استفاده از علوم راه تازه‌ای را گرفت که تا امروز آن پیشرفت ها هنوز هم مشهود است. چه اهمیت این تعالی و ترقی سکولاریزم و آزادی روح و بیان برای اجتماع به وجود آوردند ما امروزه می‌بینیم در اروپایی که با دانشگاه های مدرن و با پژوهش کاربردی میتواند در عرصه قرن 21 قدم بردارد. تنها قراردادهای مونتان نبود که مردانی بزرگی مثل کنراد آدنر و چارلز دوگل اروپای امروز را به وجود آوردند، بلکه بنیاد این را عالمین، متفکرین، فلاسفه، هنرمندانی گذاشتند که اروپا را در قرن 21 آوردند که با هنر، علم، دانش با مملکت‌های مثل چین، هند، آمریکا رقابت می‌نماید. تعاریف مارکس و انگلز، پیشرفت و ایجاد ماشین بخار، متمتیک مدرن، ریاضیات مدرن، فیزیک، شیمی، علوم دیگر به خصوص طب، نمیخواست دولت انگلیس در ایران پیش بیاید و ایران را محدود نموده بود. رضا شاه کبیر، خداوند او را بیامرزد، با وجود استبدادش بیامرزد، ایران را پیشرفت داد و ایران را از طریق فرستادن افراد ممتاز مثل دکتر محمد علی مشتهدی و دیگران به اروپا به طریق مدرن، به دانشگاه های مدرن، به مدرن ترین اقتصادهای دنیا میخواست برسونه رضا شاه کبیر. رضا شاه موفق شد با ایجاد گرفتن دانشگاه های مدرن، بلخص دانشگاه تهران، ایجاد پلی‌تکنیک آلمانی در ایران که حالا یه اسم دیگری دارد و آوردن اساتید ایرانی بعد از تعالیم در اروپا، قدم اول را در پیشرفت ایران و گرف ایران به صنعت و هنر و فنون و علوم مدرن بگذارد. این رو ایران مرهون رضا شاه کبیر است، رضا شاه پهلوی. دو دبیرستان در ایران مهم بودند، یکی دارالفنون که اون رو آقای امیر کبیر بنیادش گذاشت و به اساس اینکه نمیخواستن انگلیسی اون رو دادن کشتن آقای امیر کبیر رو در حمام فین کاشان، رگش رو زدن، این انگلیسی ها بودن، و کالج آمریکایی که بعدا البرز اسمش رو نهادند که اول ساموئل جوردان بود رئیسش، بعد دکتر محمد علی مشتهدی. و پیشرفت های این دبیرستان اینی که وقتی که ساموئل ام جوردان به ایرانیا داد 850 تا محصل داشت، بعدا 4850 تا و تمام معلمینش اساتید دانشگاه بودند.